تشکر میکنم رومینا جان. همطور سلام به همگی عزیزانم و خدا رو شکر میکنیم برای یک بار دیگه که داریم امروز نعمت حیات رو چشیدیم، نیست؟ و این نعمت حیات باعث شد نه فقط آفرینش زیبای خدا رو دوباره نظارگر باشیم، بلکه فرصتیه که نیکویی خدا رو، محبت خدا رو از طریق پیامش تجربه کنیم. آمین. باشه که امروز هم حقیقت زنده، مقتدر و نافذ و مؤثر کلام خدا از طریق شما مخاطبین عزیز شنیده بشه و شناخته بشه، تا یک حس رهایی و آزادی رو هممون تجربه کنیم. همینجور که در انجیل یوحنا باب 8 آیه 34 فکر کنم میگه حقیقت رو خواهی شناخت و حقیقت تو رو آزاد میکنه. آمین. با یک سوال میخوام شروع کنم. آیا عزیزان، برای شما مثل من اطاعت از خدا سخته؟ از احکام خدا؟ محبت به دشمنان سخته؟ مقدس زندگی کردن نسبتاً سخته؟ سخته مثل من؟ برای من خیلی سخته. اگه هممون مثل همیم، پس لطفاً این پیامو به دقت گوش بدیم. من شخصاً ایمان دارم که بهتر میشم. من ایمان دارم که خدا داره رو من کار میکنه تا از من یک فرزند مطیع و مقدس بسازه، ولی این رو هم میدونم که هنوز به اونجا نرسیدم. در واقع میتونم اقرار کنم عزیزان که یکی از سخت‌ترین خدمات من در جایگاه یک مسئول روحانی اینه که به مردم چیزهایی رو بگم، اونا رو از اعمالی منصرف کنم که خودم در انجام دادن اونا شدیداً کم میارم و گیر کردم. گفته شده وقتی که از یک سارق بانک میپرسن عزیز جان چرا از بانک سرقت میکنی؟ گفت برای اینکه پول تو بانک یافت میشه. نیست؟ انسان مرتکب گناه میشه چون گناه موافق نفسه و راه نفس فراخه، وسیعه. حتی تو کلیسا آمدگانش در اون مسیر خیلی راحت‌تر میرن، نیست عزیزان؟ و بهتر یکم از ماهیت گناه صحبت کنم عزیزان. هرچند میتونم بگم هر چه قدم که توضیح بدم من قادر نیستم حق مطلب رو ادا کنم، ولی باشه که این اندک یکمی باز کنه. چون عزیزان ما گناه میکنیم، گناه رو دوست داریم، ولی گناه چیه ماهیتش؟ گناه انقدر پیچیده است که اصلا واقعا نمیشه توضیح داد و راه حل اون انقدر سخته که هیچ راهی به غیر از اینکه خدا فرزند یگانه‌اش رو با اون طرز فجیع به مرگ بسپره وجود نداشت. اگر این موزل گناه انقدر پیچیده نبود، اینقدر سخت نبود، خدا میتونست یه کتاب برای ما بفرسته، نیست؟ یا 124 پیامبر رو برای ما بفرسته. ولی مشکل گناه اینقدر عظیم بود که خدا مهیب‌ترین و عجیب‌ترین عمل عشق رو انجام داد. خدا اینقدر جهان رو، فقط برای ما نه مسیحی‌ها، برای تمام بشریت، خدا جهان رو انقدر دوست داشت که فرزند یگانه‌اش رو داد تا هر کی که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاوید یابد. متاسفانه انقدر این آیه رو شنیدیم که نسبت به این حقیقت خارق‌العاده، نسبت به این حقیقت پرفیض بی‌حس شدیم، نیست؟ عادی شده برامون، مثل یک روابطی که اول یکم احترام آمیزه، بعد که یکم نزدیک میشه دیگه خودمونی میشیم و احترام از بین میره. در اشعیا باب 53 آیه 10 میگه اما خواست پدر بود که او رو به دردها مبتلا بسازه چون جان او رو قربانی گناه ساخت.
از اون محبتی که در دل پدر بود عیسی رو به سمت ما روانه کرد، به سمت ما فرستاد. این دوتا آیه چه تصویر دلانگیزی به ما میده از فیض، نیست؟ چه تصویر اجاب انگیزی از رسوایی فیض میده، نه فقط فیض بلکه رسوایی فیض. خدایی که طاقت نداشت ابراهیم داغ فرزند رو ببینه، ولی فرزند خودشو روی قربانگاه فدا کرد برای من و تو. قدری از گناه صحبت کردیم، ولی همین گناهی که انقدر پیچیده است، همین گناهی که انقدر نفرت انگیزه، اگر به خاطر همین گناه نفرت انگیز و پیچیده نبود که ریشه در نااطاعتی آدم داشت، هرگز من و تو فیض خدا رو نمیشناختیم. آمین داره یا نه عزیزان؟ اگر قرض‌های بیشمار گناه‌های من و تو مفت و مجانی، برای ما مفت و مجانی تموم شد، برای او قیمتی گرانی بود، بخشیده نمی‌شد، الان من و تو با این همه تفاوت کنار هم نبودیم. اگر به خاطر گناه‌هامون نبود عزیزان، من و تو با این همه تفاوت سعی نمی‌کردیم که کنار هم باشیم، نه فقط کنار هم باشیم بلکه به فیض خدا یکدیگر رو محبت کنیم، نیست؟ اگه امروز عزیزان اینو عمیقاً درک کنیم، همه ما با دستای گره خورده و قلب‌هایی که به هم پیوسته است خواهیم سرایید از اعماق وجودمون که فیض عظیم مسیحا نجات داده مرا. سرگردان و کوری بودیم تک تک ما، الان داریم میبینیم اون رو. اگه به خاطر گناه نبود، هرگز من شخصا وجد و شادی آزادی از گناه رو تجربه نمی کردم. خدا کسانی رو نجات نمیده که گناهکاران خیالی هستن، کسانی رو نجات میده که متوجه شدن که گناه چه به روز اشرف مخلوقات آورده، گناه چه به روز این شاهکار آفرینش آورده. و این مقوله رو چقدر زیبا پولس افسوسیان باب دو بازگو میکنه. یه جوری من اسمشو گذاشتم شناسنامه گذشته، حال و آینده ما، یه جوری بیوگرافی ما رو داره میگه. من همینطور جست و گریخته اینجا اشاره میکنم. نوشته اما شما که به سبب نافرمانی ها و گناه های خود مرده بودی، شمایی که فرزندان غضب بودی، شمایی که از روح این جهان، از قدرت تاریکی پیروی میکردین، شمایی که مجذوب هوای نفس بودین و تمامی اعمال نفس رو به جا میآوردین و بنابرای طبیعت خودتون و غضب خدا بودین، محکوم به غضب الهی بودین. بعد یهوی آیه 4 عزیزان، یکی از پرقدرت‌ترین، یکی از زیباترین واژه‌های اتصال در تمام طول کتاب مقدس رو داره میگه. این اماها و لیکنها در کتاب مقدس خیلی دیده شده، ولی اینجا بسیار پرقدرته، چون وقتی که اینو میخونی یه جوری انگار ما رو از حضیض ذلت ناامیدی، هلاکت گناه، به اوج عزت آسمون میرسونه. اما همه بگی اما عزیزان، اما خدایی که در رحمانیت دولتمنده، به خاطر حیثیت محبت عظیم خودش مایانی که در گناه مرده بودیم با مسیح زنده کرد. نه فقط زنده کرد بلکه برخیزانید، نه فقط برخیزانید بلکه در جاهای آسمانی با مسیح نشانید. متا باب 13 آیه 44 میگه پادشاهی آسمان همچون گنجیست که پنهان شده در دل زمین،
که شخص این گنج رو پیدا میکنه انقدر شادمان میشه که میره تمام هرچی که داره، تمام دارایی خودش رو میفروشه تا بیاد اون زمین رو بخره، اون زمینی که گنج درونه تصاحب کنه. نمیدونم یادتون عزیزان، عیسی تو گنج خدا رو کجا پیدا کرد؟ یادتونه؟ کجا پیدا کرد؟ من کاملا یادمه وقتی پشت در خونه های مذهب گیر کرده بودم عزیزان و مثل بدبخت ها زار زار گریه می کردم، در یک شبی که همه چیز رو تموم شده می دونستم و زندگی من برای من معنای خودش و آینده خودش از دست می داد، هیچ آینده روبرو نمی دیدم، در حالی که سالها دنبال خدا بودم، یک رابطه من و تویی، ولی در همان حال پر از روح سرکشی بودم، در همان حال کاملا اسیر نفس، نمازهای صد رکعتی میخوندم ولی پر از نبخشیدن، کینه، حسادت، خشم، دائم مشتای گره خوردم به سمت خدا بود، ولی با این حال میخواستم او رو پیدا کنم. در یک شب فراموش نشدنی عیسی به سمت من اومد. وقتی که فکر میکنم عیسی در چه وضعیت رقت انگیزی منو پیدا کرد، قلبم لبریز از شادی و سپاس او میشه. عزیزان اگه من و تو رو در زمین گناه پیدا نمیکرد، هرگز ما این خدای واحد حقیقی رو که در عیسی متجلی شد و فیض بخشش او رو که هیچ انسانی نمیتونه به ما بده، ما نچشیدیم، نمیتونستیم بشناسیم، اگه او منو پیدا نمیکرد، من با شادی و آزادی از اینکه پذیرفته شدم او رو خدمت نمی کردم، زندگی نمی کردم، از مانه های عدیده مثل تک تک شما ها نمی گذاشتم، عبور نمی کردم. وقتی یادم میاد عیسی چه بهایی پرداخت تا دل منو به دست بیاره، تا منو از آن خودش بکنه عزیزان، تا منو از اون غضب نهایی، از اون غضب الهی برهانه، فقط یادم میاد احتیاج نیست کسی به من چیزی بگه، ناخودآگاه به طور خودجوش به سوی این محبت کشیده میشم و در نور این محبتی که مواردی که هنوز منه و آزارم میده ازش بدم میاد، با معیار کلام خدا اصلا جور نیست و آرزو میکنم که در من نباشه و من بتونم مطیع‌تر باشم، بتونم مقدس‌تر باشم، بتونم به خاطر اینکه عاشقشم او رو اندوهگین نکنم، با اینکه هنوز نیستم، با اینکه هنوز در دست تعمیرم. اما چطور ما میتونیم عزیزان یک پیرو مطیع‌تر، اونطور که او سزاواره، اونطور که او شایسته است، چون ما خوانده شدیم او رو متجلی کنیم، چطور ما میتونیم اونطور که او شایسته است او رو خدمت کنیم، او رو محبت کنیم عزیزان؟ یکی از تاثیرگذارترین قسمت‌های کلام خدا در این مورد در انجیل لوقا باب 7 آیه 36 تا 47 عیسی به خونه یه آدم مذهبی میاد، نیست؟ من اسمشو گوشم آقا خوبه. آقا خوبها و خانم خوبها معمولا کسانی هستن که خوبتر از اینن که اعتراف و توبه از اونا شنیده بشه. آقا خوبها و خانم خوبها معمولا خیلی بهتر از اینن که حس کنن نیازشون رو بعد از حتی چند سال به نجات به عیسی مسیح. من براتون با این که این آیات طولانیه عزیزان، امیدوارم با تمرکز گوش بدین، چون ایمان دارم وقتی که با تمرکز گوش میدین از طریق این آیات نافذ و مؤثر فیض خدا جاری میشه. لوقا باب 7 آیه 36 تا 47
روزی یکی از فریسیان عیسی را به صرف غذا دعوت کرد. پس به خانه آن فریسی رفت و بر سفره نشست. در آن شهر زنی بدکاره میزیست که چون شنید عیسی در خانه آن فریسی مهمان است، در خانه آن فریسی مهمان است، ظرفی مرمرین پر از عطر با خود آورد و گریان پشت سر عیسی کنار پاهای او ایستاد. آنگاه با قطرات اشک به شستن پاهای عیسی پرداخت و با گیسوانش آنها را خوش کرد. سپس پاهای او را بوسید و عطرآگین کرد. چون فریسی میزبان این را دید با خود گفت اگر این مرد به راستی پیامبر بود می‌دانست این زن که لمسش می‌کند کیست و چگونه زنی است. می‌دانست که بدکاره است. عیسی به او گفت ای شمعون می‌خواهم چیزی به تو بگویم. گفت بفرما استاد. عیسی گفت شخصی از دو تن طلب داشت، از یکی 500 دینار، از دیگری 50 دینار. 50 برابر تفاوت. اما چون چیزی نداشتند که به او بدهند، بدهی هر دو بخشیده شد. حال به گمان تو کدام یک او را، عیسی را، بیشتر دوست خواهد داشت؟ شمعون پاسخ داد به گمانم آنکه بدهی بیشتری داشت بخشیده شد. عیسی گفت درست گفتی. آنگاه به سوی آن زن اشاره کرد و به شمعون گفت این زن را می‌بینی؟ به خانه ات آمدم و تو برای شستن پاهایم آب نیاوردی، اما این زن با اشکایش پاهای مرا شست، با گیسوانش خوش کرد، تو مرا نبوسیدی، اما این زن از لحظه ورودم دمی از بوسیدن پاهایم باز نایستاد. تو بر سر من روغن نمالیدی، اما او پاهایم را عطرآگین کرد. پس به تو میگویم محبت بسیار او از این روست که گناهان بسیارش آمرزیده شده است. اما آن که کمتر آمرزیده شد کمتر هم محبت می کند. پس رو به آن زن کرد و گفت گناهانت آمرزیده شد. آیه 47. پس به تو می گویم محبت بسیار او از این روست که گناهان بسیارش آمرزیده شد، اما آن که کمتر آمرزیده شد کمتر محبت میکند. خیلی طبیعی نیست؟ کسانی که قدر آمرزش الهی رو نمیدونن، کسانی که به ماهیت گناه در خودشون و فیض بی نظیر او پی نبردن، افرادی که با دستای خالی و عریان از هر خود عادل پنداری نزد عیسی نیومدن، قادر نیستن فیض عیسی مسیح خداوند رو بچشن، در نهایت نمیتونن او رو اونطور که شایسته است محبت کنن. تنها افرادی هستن که در خانه خدا عزیزان تا به آخر مثل اون درختی نشانده شده نزد جویبار که تغذیه میشه، میوه های خودشو حتی در ایام پیری در موسمش میاره، کسایی هستن که فیض او رو چشیدن، فهمیدن چه وضع خرابی داشتن بدون عیسی. اونا سرسپرده و پیرو به عیسی هستن در هر مکان جایی. از این داستان برای برخی از ما که میخواییم بهتر بشیم ولی سختی او رو خوب فهمیدیم بسیار آموزنده است. زن میدونست که گناهکاره، برای همین به سمت عیسی اومد. آمین. لوقا خیلی خوب داره شهر میده. هیچ کس مثل لوقا داستانش انقدر مهیج و زیبا نیست.
او شرح میده که او در عیسی چیزی رو میدید که اکثر ما فراموش کردیم، این که عیسی گناهکاران رو دوست داره، که عیسی با آغوش بازی افراد رو میپذیره. متاسفانه عده زیادی تصاویر بدی از خدا ارائه دادن. حالا امیدوارم الان نباشه، ولی زمانای قدیم بود. والدین برای ترسوندن کودکانشون و واداشتن اونا به اطاعت، طفلک بچه ها رو گفتن از چشم من که ممکنه دور باشه، ولی خدا که میبینتت ها، یادت باشه خدا میبینتت. همیشه من احساس میکنم یه موجود نامرئی مواظبه که من اگه برم یه شکلات قایمکی یه چیزی بردارم خدا منو میبینه و حسابمو میرسه. ما خادمین هم گاهن برای اینکه کنترل روی افراد داشته باشیم از خشم خدا، از تنفر خدا، از گناه استفاده میکنیم. خدا خدای محبت، اما آتش فروبرنده هم هست. یادتون نره، انگار میگه خدا حقتو کف دستت میذاره، ولی ذات و ماهیت محبت اینه که هرگز عزیزم وادار نمیکنه، بلکه انگیزه میده، دستور نمیده، بلکه درخواست میکنه. محبت داد نمیزنه، فریاد نمیزنه، بلکه نجوا میکنه. محبت توبیخهای ناعادلانه نداره، محبت تأدیبهای مادرانه و پدرانه داره. و محبت همطور برادر قلب تو، کسی که الان عیسی رو شاید در قلبت راه ندادی، هنوز محبت عیسی رو نچشیدی، عزیزان صبورانه این محبت میسته، منتظره، مشتاقه تو کی در قلبتو باز کنی و خودت شخصا بچشی و ببینی خدا در عیسی مسیح چقدر نیکوست. او در رو نمیشکنه مثل مذاهب، پشت در با صبوری ایستاده. از اون کسانی که محبت عیسی رو نشناختن و درک نکردن که چقدر مغروز بودن، اونا هرگز نمیتونن محبت حقیقی عیسی رو اونطور که هست بشناسن و در نتیجه اونم نمیتونن اونطور که شایسته است خدمت و محبت کنن، و باز هم در نتیجه این افراد در نهایت همچون کاهی خواهند بود که با هر بادی رانده و محو خواهند شد. سالهاست داریم میبینیم اینو، تجربه میکنیم عزیزان در تمام کلیساها. عیسی در مهمانی های بسیاری شرکت میکرد. اینجا میبینیم شخص میزبان آداب و رسم مهمان نوازی رو به جا نیاورد، حتی آب نیاورد، که عیسی پاهای خاکالودش رو که از کوچه های خاکی اورشلیم عبور کرد تا به خانه شمعون برسه بشویه. و رسم دیگه ای بود که اون زمان که مهمان بیشتر سکوت میکرد و اگه حرفی هم میزد این بود که وای چقدر زحمت کشیدین، واقعا شرمنده کردیم ما ایرانی ها و همجور مردم عزیز افغانستان اینو خوب میدونن و خیلی بیشتر بار تقصیر روشونه، هم رو مهمان بیچاره هم رو میزبان. مهمان میگه ببخشید تا کم بود، میزبان و مهمانم دائما باید بگه ببخشین که مزاحم شدم، نیست؟ با بار تقصیر جفتش. و همینطور شمعون انتظار نداشت که زنی بدکار مهمانی از ما بهتران رو خراب کنه، با اشکا پاهای او رو، با موهای پریشان پاهای او رو خوش کنه. و وقتی عیسی اعتراض آقا خوبه رو در دلش شنید، در آیه 4 میگه ای شمعون میخواهم چیزی به تو بگویم. شخصی دو نفر طلب داشت، شخصی از دو نفر طلب داشت، از یکی 500 دینار، از دیگری 50 دینار. عزیزان اینا رو هی تکرار میکنم چون بسیار اهمیت داره. اما چون چیزی نداشتن به او بدهند، بدهی هر دو بخشیده شد. حال به گمان تو
کدام یک بیشتر عیسی را اونی که قرض دهنده بوده دوست خواهد داشت؟ من احساس میکنم، ببخشید، من یه انجیلم سوا برای خودم دارم که گاهی یه چیزای اضافه میکنم با تصور و تخیلات خودم. احساس میکنم شمعون با یه لبخند تلخ، چون حسابی حالش گرفته شده بود، میگه به گمانم آن که بدهی بیشتری داشت، به گمانم بخشیده شد. و عیسی میگه درست گفتی. حالا این سؤال رو از شما کلیسای آلفا اومگا میپرسم، به نظر شما کدوم یک از ما بیشتر ظرفیت داره عیسی رو محبت و خدمت کنه؟ منظورم اون محبتیه که نه با سیخونکه، بلکه به طور خودجوش به سمت محبوبش حرکت میکنه. عیسی حرکت کرد نیست؟ پدر عیسی رو روانه کرد و ما در پرتو محبت او، وقتی محبت او رو میچشیم، به سوی او حرکت میکنیم. کدوم از ما بیشتر با سرسپردگی و تمامیت خود او رو محبت و خدمت میکنه؟ کدوم عزیزان؟ مطمئنن پاسختون اینه، کسانی که در میان ما بخشش مسیح رو بیشتر درک کردن و فهمیدن در چه عمق هلاکت و باطلاقی دست و پا می زدن و خدا اونا رو بالا کشید. اونا همواره افرادی هستن که محبت و خدمت بدون قید و شرطی نسبت به خدا دارن، یعنی با هر چه که دارن به پای خدا می ریزن. عزیزا، خدا نیومده گناهکاران خیالی رو نجات بده، کسانی که فکر میکنن که من که زندگی خوبی داشتم، نه بدکار بودم مثل این زن، نه آزارم به کسی رسیده، دیدین میریم بشارت میدیم، من که بابا اینقدر خیریه و نمیدونم دستم بازه و محبت دارم، اصلا آزارم به کسی نرسیده، تازه یه عالمم سختی کشیدم. آخه شما چی داری میگه؟ حالا اوکی، اصرار میکنی نجاتم روش باشه، سنگ مف گنجیش مف، ببینیم عیسی چه گلی حالا به سرمون میزنه. تقریبا یک سال خورده ای بود از ایمانم میگذشت، هنوز اون روح خانم خوبه تو من بود نیست، با اینکه توبه کرده بودم، با اینکه فیض و بخشیده چشیده بودم، یه توبه کلی کرده بودم، ولی همیشه یادم اون آخر میشستم و میگفتم خب الان بعد از این همه مکاتب و مذاهب اومدم به سمت عیسی، ببینم عیسی چی کار میکنه. هیچ وقت یادم نمیره در یک روزی که زنده یاد بردر ورور عزیز یک موعظه‌ای کرد که اصلا محتواش یادم نمیاد عزیزان، فقط هیچ وقت یادم نمیره در اون 300 400 500 نفر افراد فشرده به هم، من یه زنی بودم که اصلا الانش هم برام سخته تو جماعت وایسم هی خودم رو ابراز کنم، بیشتر دوست دارم گوش موشه ها بشینم، ولی یادمه انقدر خدا نورش رو بر قلب تاریک و سیاه من تابانید که از اونجا فقط با زانو دست و پا زدم و جلو اومدم، فقط عشق میریختم، تمام این جلوی منبر خیس شده بود، گفتم خداوند من کجا بودم و تو چی کار برای من کردی و الان من دارم چی میگم، چی کار دارم میکنم با نجات تو؟ یادم اونجا 5-6 تا کشیش و مشایخ بودن، می اومدن دست میذاشتن رو من، فکر میکرد چه اتفاقی افتاده، گفتم من فقط میخوام بگم عیسی منو ببخش، تو بخشیدی منو و فقط من عمق گناهای خودم و فیض بخشش تو رو نفهمیدم. یک ساعت و دو ساعت مثل زن بدکار جلوی او فقط خودم رو ریختم، اصلا مهم نبود که کسی ناله های منو زجه های منو داره میشنوه یا نه، فقط در اون لحظه عیسی برام مهم بود، این برام مکشوف شده بود، نمیدونم باد از کدوم ور وزیده شده بود،
حال تمام زندگی و قلب من اون روز منقلب شد. یادمه که اون روز با یک بار سبک انگار داشتم پرواز میکردم، از کلیسا رفتم و چند نفر اون روز فقط لمس شده بودن. عزیزان، عیسی اومد تا کسانی که خوب فهمیدن که چقدر مغروز هستن و اگه قرضشون پرداخت نمیشد، از هر قشری در جامعه، ضعیف و غنی، با سواد و بی سواد، نمیدونم، از هر قشری، از هر سنی، که فهمیدن چه ابدیت هولناکی در انتظارشونه. این افراد هستن که ظرفیت میابن در باساب محبت عیسی با تمامی دل و جان و فهم خودشون، وجود خودشون، دارایی خودشون، وقتای خودشون، در هر شرایطی او رو محبت کنن. زن بدکار در وهله اول نزد عیسی نیومد که بهتر بشه، با دیگران محبت کنه، یا کمالات مطلوب رو در متی باب 5 و 6 و 7 یاد بگیره. نه، اصلا نیومد این چیزه، فقط رفت تا محبت بشه. عیسی اون زن رفت تا محبت بشه و خوب میدونست که گناهکاره و اهمیتی به رسوا شدن و حرف و حدیث مردم نمیداد. و نکته بسیار قابل توجه اینه که عیسی بر میگرده به سوی زن و به شمعون میگه این زن رو میبینی؟ انگار عیسی توجه همه رو، بیچاره اگه چند نفر آقا خوبا هم نفهمیده بودن، عیسی قربونش برم توجه همه رو جلب کرد. چرا؟ اگه ما بودیم گفتیم آخه ببرش یه گوشه تفلک آبروش میره. چرا عزیزان؟ چون میدونست این زن اهمیتی به رسوا شدن نمیده، چون میدونست این زن زنی وقیح و گستاخ نیست، بلکه زنیه که فقط عیسی براش مهمه، نه رأی و نظر دیگران. ما چقدر اهمیت میدیم به آبرو، چقدر اهمیت. یه نکته کوچیک آدم جرأت نمیکنه مطرح کنه، طرف سرخ میشه، سفید میشه، بعدم یه داستان ساخته میشه. عزیزان، راز عجیبی در مورد محبت به عیسی و اطاعت از عیسی وجود داره. صداقت داشتن در مورد گناهانمون، خطاهامون. وقتی این نور به قلب ما میتابه، بعد اعتراف و توبه از دل ما میجوشه. نیست؟ منم اعتراف کلی کرده بودم. الان بگو عیسی خداونده، بر در قلبت ایستاده، من زندگیمو به او میسپرم. خیلی فرق میکنه عزیزان، خیلی فرق میکنه. وقتی نور اون میتابه، یک چیزی از دل تو بیرون میریزه، میجوشه، که در نتیجه اون باعث میشه که اون محبت و فیض پوست و گوشت و استخونت، اعماق وجودت درک کنی، اینو رسوخ کنه. زمانی که با ریسمان‌های محبت عیسی مثل این زن جذب میشی، به سوی او کشیده میشی، زیر نگاه نافذ عیسی قرار میگیری، نسبت به مواردی که باید اصلاح بشی بیدار میشی. دیگه درد نیست، فشار دندون نیست، اونجاست که شفا و آزادی رو تجربه میکنی و اونجاست که وارد یک بود دیگه میشی، دنیای پر از فیض. این زن رو میبینی؟ شمعون، این زن رو میبینی؟ تو با اینکه میزبان بودی، کنترل همه چی در دستته، فقط میخوام به تو بگم تو هم مدیون این زن هستی، چون تو حتی آداب مهمان نوازی رو به جا نیاوردی. این زن فقط مقداری اشک داشت، یه شیشه عطر داشت که هر راهش کسب درآمد میکرد، تمام اینا رو به پای من ریخت، ولی تو حتی از داشته های خودت دریغ کردی، ولی این زن با هر چی که داشت من رو محبت کرد. وقتی هر اون چی که داری جلو پاهای اون میریزی عزیزان، حتی اون چیزای اندک، حتی نه اون چیزای ستایش، کرنش، مثل اون زمانها عیسی تو آسمان هفتمه، فقط ما بدبخت باید جلوش روز صد بار دلار راست شیم. نه، خدای ما خداییه که حتی منتظر شکستاتو به او بدی.
تنگناهاتو به او بدی، ضعفاتو به او بدی، بیکفایتیهاتو به او بدی، ترساتو به او بدی. برای خدا کافیه. وقتی به سمت اون میری انگار به گذشته مصیبت بار خودت دیگه خیره نمیشی، به ترسای خودت، فقر خودت، ضعف خودت انقدر خیره نمیشی، به سمت عیسی میری و اونجا در او آرامی میابی، آرامی میابی. بیا نزد من ای خسته، ای گرانبار، بیا نزد من، بیا زیر پاهای من مثل این زن، تا آرامی حقیقی رو، ثبت حقیقی رو تجربه کنی. هر وقت اینو میخونم یاد روت میفتم که چطور زیر پاهای بوعز، یک زن بت‌پرست، یک زن رانده شده، یک زن سرگردون، یک زن بی کس و کار، یک زن بی هویت، زیر پاهای بوعز که سمبل عیسی بود آرامی گرفت. نه آرامی گرفت بلکه به دولت رسید، به فراوانی رسید، از مزرعه، از کوزه آب، به قصر او از راه پیدا کرد. و دوباره عزیزان، دوباره در آیه 50 عاشق عیسی برای دومین بار، حالا یه بار گفته این زن رو میبینی، ها دوباره دوباره انگار که فهمیده شمعون آقا خوبه چقدر متعجب شده، دوباره نگاه میکنه و اعلام میکنه ای زن گناهانت بخشیده شد و به سلامتی برو، تا چشم درات شمعون، تا چشم درات، بدون اینکه هیچ کاری بکنه. از آن راز عجیبی در مورد محبت و اطاعت از عیسی وجود داره، راز عجیبی در مورد اون شفای درونی و برانگیختگی برای محبت و اطاعت از عیسی وجود داره، راز عجیبی برای یک فروتنی مقدس بدون نمیدونم نصیحت و تعلیم و موعظه وجود داره، یک راز عجیبی برای خدمت کردن با تمام روح جانت برای او وجود داره، که در این داستان به زیبایی این راز بسیار گویا به ظهور رسیده. این شناخت محبتی که باعث میشه این زن زندگی مقدس توأم با سرسپردگی داشته باشه، نیست؟ این شناخت محبتی که کثرت گناهان بسیارش آمرزیده شد، این شناخت محبت اوست که او را از هر خوف و ترس انسانی آزاد کرد. حقیقت امر اینه عزیزان، تمام چیزهای عالی که ما دنبالشیم و مهمه، یه موقع میفهمیم در جاهای اشتباهی دنبالش میگشتیم. اگه امروز تو میای کلیسا دنبال آرامشی، دنبال شفای محبتی، نیازهای خودتی، یا در بهترین حالتهای روحانی میای کلیسا که یاد بگیری دیگران رو محبت کنی، موعظه سر کوه و 5 و 6 و 7 رو انجام بدی، احکام رو به جا بیاری، مطیع باشی، سرسپرده باشی، به تو میگم دنبال عیسی باش، همه چیز در عیسی یافت میشه. آمین. کسی که پسر رو داره همه چیز رو داره. آمین. اطاعت سخته، محبت مخصوصا به اونایی که بارها ازشون خوردی و بارها اعتمادت رو شکستن بسیار سخته. از زندگی در تقدس، اطاعت، تسلیم، کلماتی که من خودم بارها هی موعظه می‌کردم ولی خودم برای خودم سخته، نیست؟ ولی عزیزان، ولی فیض مسیح بی نهایت عظیم و شگفت انگیزه، ولی فیض مسیح بی نهایت عظیم و شگفت انگیزه. میخواین دست بزنیم برای خدای عظیم؟ حداقل با دست زدن او رو احترام کنیم، فیض او رو. هللویا. همه چی بدون عیسی سخته، اما فیض او عظیمه. چیزی که تو نیاز داری در این سفر سخت زندگی فقط فیض اوست و دیگر هیچ، و دیگر هیچ. میخوام عزیزان دعوت کنم از شما، از عزیزانی که از طریق یوتیوب
دارن گوش میدن. دعوت نمیکنم، استدعا میکنم که به نشانه واکنش به این پیام، اول افرادی که این محبت رو نچشیدن، تجربه نکردن، عزیزان هنوز متوجه نشدن که خدا با این پیام ها، با بشارت هایی که عزیزانشون داره بهشون میده، چقدر صبورانه مشتاقانه در قلب اونا ایستاده، داره در قلبشون رو میکوبه، میخواد وارد قلبشون بشه، میخواد یه زندگی متفاوت رو به اونا نشون بده، میخواد هویت اونا رو در مسیح به اونا برگردونه. میخوام از این افراد دعوت کنم عزیزان. خدا منتظره و امروز با این پیام با شما صحبت کرده. این افراد اگه در بین ما هنوز کسی قلبش رو به عیسی مسیح نداده، دعوت میکنم که به جلو بیاین عزیزان. این یه واکنش فروتنانه است، یه پاسخ فروتنانه است به دعوت خدا. و همینطور افراد دیگه ای رو دعوت میکنم که نیاز خودشون نسبت به شناخت محبت خدا میدونن. میدونم من نیازم، من هنوز محبت خدا رو نچشیدم، آره همین همه جا راحت برام بره فقط پیش عیسی و خدمت به اون، انگار جونم داره در میاد. این افراد رو به جلو دعوت میکنم، همطور افرادی رو به جلو دعوت میکنم و میخوام به خدا واکنش نشون بدن که مثل این واقعه، این داستان، عزیزان میخوان، دلشون میخواد، همه کار خواستنن اما هیچ کار نتوانستن، ولی در اعماق وجودشون میخوان عیسی رو محبت کنن، میخوان همه چیز رو به پای او بریزن، حتی این عدم کفایت، عدم توانستن محبت او رو. خداوند به جلو دعوت میکنه و میخوایم یک سرود با هم گوش بدیم عزیزان. و در حینی که داریم این سرود رو گوش میدیم، حتی اگه یه نفر، دو نفر، سه نفر این کلام با قلبشون حرف زده، به جلو بیان، ما هستیم اینجا که برای عزیزانمون دعا کنیم. مطمئنم که روح القدس اینجا فعالانه داره کار میکنه تا پرده از روی اسرار خودش برداره، تا نورش و قلب ما بتابونه. ای خداوند، دعا میکنم، ای خداوند دعا میکنم در این لحظه، افرادی که خداوند الان دیدن و زانو زدن، با فروتنی به واکنش به دعوت تو زانو زدن، افرادی که اینجا هستن خداوند نیازشون رو به تو و شناخت این فیض میدونن، خداوند دعا میکنم دل اونا رو بشناسی، دعا میکنم دغدغه های اونا رو ببینی، مانه های خداوند که در زندگی اوناست، در قلب اوناست، خداوند تو فقط میدونی. ما خیلی خداوند سعی میکنیم همه چیزو خداوند یه جور دیگه نگاه کنیم، چون تو به یاد میاری ما انسانیم، تو به یاد میاری خداوند که چقدر اشتباهی فکر میکنیم، اشتباه میبینیم مسائلو، چقدر بدون روح القدس فیض تو کمتر درک میکنیم. تو به یاد میاری خداوند که ما انسانیم، مثل گل و گیاهیم، از خاک ساخته شدیم و امروز هستیم و فردا نیستیم. برای همین دعا میکنم برای عزیزانه که دغدغه های اونا رو، مانه های اونا رو ببینی و با فیضت خداوند به میام بیای. برای افرادی که خداوند واقعا مثل خود من که تجربه کردم، یه توبه کلی کردن و هنوز نفهمیدم، متوجه نشدن که در چه عمق هلاکتی بودن و خدا چه کار عجیب و عظیمی در زندگی اونا کرده، برای همین ظرفیت ندارن، توانایی ندارن که اون رو در سختی ها پیروی کنن. ای خداوند دعا میکنم، تو خدایی که خداوند حتی این جلو اومدن و حتی این ایستادن و حتی این بله گفتن به تو از فیض توست خداوند. هیچی از خودمون نداریم، هرچی که هست از توست خداوند. دعا میکنم صدای تو رو بشنویم از طریق این پیام و نه فقط خداوند
با مکس با تعنی بلکه شتابان به نزد تو بدویم تا نور تو بر اون زوایا بتابه خداوند، تا یک خداوند فصل تازه‌ای رو در زندگی با تو و فیض تو و آزادی از هر گناه و بستگی رو تجربه کنیم، چون در نام عیسی مسیح دعا کردیم. با همین سرود گوش میدیم عزیزم. وقتی دل شکسته، گرانبار و خسته، در ظلمت گناه گم گشته، به پای صلیبش افتادم پشیمان، از آنجا توست. محبت توست خداوند که میتونه نه فقط گناه ما رو خداوند ببخشه، بلکه ما رو شفا بده. ممنون هستیم خداوند. هللویا خداوند. تو مرا از مرگ رهانید،
خداوند خودمون رو هر چیزی که ما هستیم خداوند به تو بسپاریم خداوند، چون خدای وفادار و خدای امین هستی خداوند. مرسی خداوند، مرسی برای خونی که قطره قطره ریخته شده که قدرت داره ما رو خداوند از هر گناه آزاد کنه خداوند، مره به یه جایی ببره که خداوند عرض صلیب تو، عرضش صلیب تو رو بفهمیم و بدونیم خداوند. و مرسی همینطور که داستانی که نوشته شده خداوند واقعا بدونیم که خداوند چه بهایی پرداخت کردی خداوند، با محبت ما خداوند ربطی به عشق تو داره خداوند. روز فیض توز بیشتر بر زندگیم، تو خدای امینی عیسی.